آیا زیباتر و خوشبوتر از گل در جهان آفرینش وجود دارد؟ شاعران بسیاری در جهان در وصف گل شعرهای نغز و به یاد ماندنی سرودند و این واژه در ادبیات نقش چشمگیری در اشعار و نوشته های ادیبان داشته است. یکی از زیباترین و مفیدترین گلهایی که پرورش می‌یابد گل محمدی است که به آن گل روز هم می‌گویند. گفته می‌شود که حضرت محمد صلوات الله علیه از عطر این گل استفاده می‌نمودند و به همین دلیل آن را با نام گل محمدی نیز می‌شناسند. چیدن گل محمدی با مراسم مذهبی خاص همراه است، مراسمی که از قدیم الایام وجود داشته و تا حال نیز ادامه پیدا کرده است. کسانی که گل سرخ محمدی را می‌چینند، به محض اینکه نام این گل را می‌شنوند، بر محمد صلوات الله علیه و اهل بیتش صلوات می‌فرستند. بو و عطر گلهایی که در ساعات اولیه صبح چیده می‌شوند، از عطر گلهای چیده شده در ساعات بعدی صبح بیشتر است. همچنین گلاب به دست آمده از این گل بوی خاصی دارد. این گل بهاری از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد رویش دارد و از خواص درمانی فراوانی برخوردار است. گلاب را میتوان معجزه طبیعت نامید، زیرا خواص و فواید بسیاری در این عصاره قرار دارد که در درمان بسیاری از دردها و بیماریها میتواند مؤثر باشد. کلوپاش حداقل در 4 تیکه است. تیکه اصلی که همون بدنه و دسته و لوله و در. خب اینها اول از همش از هم جدا هستش و بنابراین کار به صورت یک حجم اون بدنه اصلی هست که بدن اصلی را غیر گذاره میکنن. حتی اون لوله‌ای که میخوان بعدا نصب کنن زیر لوله حتی پره، سوراخ نداره، چیزی نداره، محفظه نداره که گلاب ازش بیاد بیرون. گلاب پاش در لغت به معنای گلابدان و ظرفی است آوندی و لوله‌دار که به وسیله آن گلاب می‌پاشند و از بلور و شیشه یا سفال یا برخی فلزات ساخته می‌شود. نوعی دیگر از گلاب پاش وجود دارد که در مراسمات و مجالس روزخانی فرد گلاب پاش آن را به وسیله بندی بر شانه می اندازد و به وسیله شلنگی که گلاب از آن پمپاژ می شود آن را به محیط وسیعی در میان عزاداران اسپری می کند. جایگاه ویژه گلاب در مراسمات مذهبی قابل انکار نیست. تمام فلزات خاصیت اکسیداسیون را داره بدون استثناء. مثلا خب شما فولاد رو که در نظر بگیر، خود فولادم اگه در مدتی در معرض نور و حرارت قرار بگیره، حرارت و رطوبت قرار بگیره، اکسید میشه. مس هم همینطور و اون محتویاتش آسیب میبینه. برنز به دلیل اینکه یک آلیاژ هست و این آلیاژ دیرتر اکسیداسیون میشه میتونه سه مورد استفاده قرار بگیره. از نظر بهداشتی هم بهتر بوده.
قلمزن یک تعریف عام داره و اون عبارت از اینه که ایجاد خطوط و نقوش بر روی فلزات را به وسیله چکش و قلم‌های فولادی قلمزنی میگه. قلمزنی دارای به اصطلاح روش‌های مختلفی هستش، مثل روش برجسته‌کاری که بیشتر در ساختن زری ها استفاده می شده، گلدان هایی را برجسته کاری می کردن، تابلوهای مسطح را برجسته کاری می کردن و به صورت دو بعدی یا سه بعدی اینها را درش می آوردن. روش دیگرش روش ریز قلم هست یا سیاه قلم که به صورت مینیاتوری کار میکنن، باز اینجا همون خطوط و نقوش رو روی سطح فلزات در میارن، کما اینکه همین روش مکمل روش برجسته کاری هم هست. یعنی تو برجسته کاری بعد از اینکه اون موضوع طرح رو، حالا چه خط باشه که البته خط دیگه نیازی به ریز قلم زیاد نداره، ولی گلوبوته در هر صورت ساخت و سازش نیاز به همون کار ریز قلم رو داره. این روش بیشتر در رابطه با کارهای ظریفه انجام میشه، مثل ظروف گلدان ها، قندیل ها، عرض کنم که سینه ها، بشقاب ها انجام میده. یه روش دیگه هم داریم، به روش کنده کاری هستش. ما اصطلاحا اون روش کنده کاری روش میگیم قلمگیری یا تراش، یعنی خطوط محیطیش رو با یه قلم ریزی به نام قلمگیری برداشت میکنیم، خطوط محیطی را ایجاد میکنیم، زمینه ها را با تراش میتراشیم و بعد اونها به روش بعد از این کار با روش ریز قلم ساخت و ساز میکنیم و به اصطلاح خودمون رو سازی میکنیم. روش دیگه مشبک کاری هستش. مشبک کاری هم خب دو بخش هست. یکی بخشی هستش که حتما باید با چکش و قلمی به نام تیزبر انجام بگیره. یه روش هم هست که روش اره‌بری هست. اره‌بری بیشتر برای صفحاتی که حجمی نیستن به کار گرفته میشه. بلاپاش بیشتر در روش ریز قلم کارش انجام میگیره، چون اولا باید وزنش سبک باشه، چون گلاپاش ها رو دستشون میگرفتن و توی مراسم به مردم گلاب میپاشیدن، گلاب میدادن، حالا میرختن به دستش و صورتش رو باشون معطر میکردن، ولی دیگه اون نمیتونسته اون آنچنانی کارهای برجسته کاروش انجام میشه، بیشتر به صورت ریز قلم یا در قدیم که دوره صفوی بوده به صورت کنده کاری طرح ها و نقوش مورد نظر رو روش اجرا میکردن. گلابگیری در گذشته تنها به یک شیوه انجام میشد، اما پس از مکانیزه شدن جوامع شیوه دیگری نیز به اصول گلابگیری اضافه شده است و همکنون گلابگیری به دو روش صنعتی و سنتی انجام میگیرد. در روش گلابگیری سنتی ابزار و ادوات خاصی استفاده میشود که برخواسته از جایگاه سنتی حاکم بر این حرفه است.
گلابگیری مراسمی است که همه ساله از نیمه های اردیبهشت تا نیمه های خرداد در بخش های مختلف کاشان همچون قمصر و نیاسر، برزک و جوشقان انجام می شود. گلاب ارزش، قداست و کاربرد وسیعی نزد مسلمانان دارد و در آیین‌ها، اعیاد و به ویژه اعیاد عزاداری سید الشهدا علیه السلام استفاده گسترده ای دارد. طبیعتی گرم دارد و مقوی معده، قلب، کبد و اعصاب بوده و آرام بخشی قوی به حساب می آید. در میان شیعیان استفاده از آن در مراسم و مجالس عزاداری رایج است و به وسیله گلاب پاش آن را بر لباس و سر و صورت عزاداران می ریزند. زیباترین طرح وقتی انجام میشه که اگر ما طرف راست رو دست حساب بکنیم و طرف چپ رو لوله حساب بکنیم، وسط این چپ و راستی اینجا یه میدونه به ما میده که توی این میدون ما میتونیم طرحمون رو اجرا بکنیم و طبیعتاً همون مثلا شعارهای حیات من نزله حسین شهیده به کربلا هم چیزهای رو بسته که به نظر اون شخص متقاضی حکاکی میکنن. این کار وقتی تمام بشه نیاز داره یه هموار کاری، طبیعتاً هر کار قلم زنی که تمام میشه بعدش حتما به یک هموار کاری نیاز داره. بعد اینا هموار کاری میکنن، اون محلی که برای لوله گذاشتن اون را سوراخ سوراخش میکنن که بتونه گلاب ازش بیاد بیرون. بعد لوله را تو محل خودش میذارن و حالا یا با قلهی میکنن یا با نقره لحه میکنن. دسته رو معمولا اون بالاشا لحه میکنن، اون پایینشا حالا بعضی ها با میخکوبش میکنن، بعضی ها هم پایینم لحه میکنن. در رو به صورت لولایی استفاده میکنن، یه لولا روی لبه اون ظرف اصلی گلاب پاش میگذارن و یه طرفش هم به همون در که این بتونه به صورت لولایی باز و بسته بشه. بنابراین قبل از اینکه دسته و لوله و در نصب بشه هر کاری بخوان میکنن روی تنه یه گلاب پاش میکنن. حالا بعضی ها اومدن یه قسمت هایی از لوله رو هم قلم زنی کردن. ما اصطلاحا اون قسمت زیری لوله رو که تقریبا شبیه چنار دونه مرغ هست و استفاده خود سازنده ها میگن چنار دونه لوله، اونجا هم یه حجم رو پیدا بکنه که هم میتونه یه کلمه ای مثلا الله رو داشته باشه، یه ترنج اسلامی داشته باشه، یه چند تا شاخ برگ گل و بوته عباسی. هر ظرفی رو که بخوان قلم زنی بکنن و ترجیحاً همین گلاب پاش طبیعتاً باید اول قیر گذاره بشه. وقتی قیر گذاری شد انتخاب اون ذکر هست. حالا این انتخاب ذکر رو من دیدم در همون دوره اول دوره صفوی که سعی کردن از بهترین خط ها تا استفاده کنه و خوشنویسی های بسیار خوبی انجام گرفته. در دوره قاجار هم همین طور بوده، یه وقتی یه کار رو انجام می دادن خوشنویس می اومده بهترین خط رو می نوشته، استاد مجری قلم زنی هم همون رو به بهترین نحوی احیا می کرد. در دوران صفوی این هنر اسلامی ما به اوج خودش رسیده و هنوز که هنوز هست تمام هنرمندهای ما اون طرح‌های دوره صفوی رو دارن اجرا می‌کنن.
که من جمله گل بوته باشه. گل بوته معروف شده به گل بوته عباسی. شما الان میشه گفت که به جرأت من میتونم بهتون بگم بیش از 99.9% طرحهای گل بوته ما و طرحهای اسلیمی ما نشأت گرفته از دوران صفوی هستش، یعنی همون طرحهای عباسی که مشهور هست. خودم طبیعتاً به خاطر اینکه خطا رو کمتر داشته باشیم اگر چنین اتفاق بیفته، خوشنویس رو دعوت میکنم یا ظرفم برم پیش خوشنویس و روی خود ظرف خط رو به صلاحشون مینویسه، من دورگیری میکنم و قلم زنی میکنم. ولی این کار میتونه روی کاغذ هم باشه، یعنی روی کاغذ خوشنویس اون موضوع رو بنویسه، اینجا به صورت به اصطلاح ما میگیم سم بکردن یا سوراخ سوراخ کردن، اون خط را دورگیری میکنیم و با پودر زغال یا پودر لاجورد منتقل میکنیم روی اون ظرف و بعد با قلم دورگیریش میکنیم. ولی برای اینکه خطاها یه دفعه بیشتر انجام نشه، بهترین کار اینه که خطاط اون خط را خودش مستقیما روی ظرف بنویسه و با یه دفعه هم با قلم زن دورگیری بکنه و خط رو تثبیتش بکنه روی ظرف. و مطالبی که روی ظروف مثل همین گلاب پاش نوشته می شده و یا ظرف های دیگه که در دور صفوی یا قاجار خیلی رایج نوشته شده، این واژه‌اش حسین شهید به کربلا رو خیلی می نوشتن. و بعد از اون دو تا از شعارهای مهم و به اصطلاح زنده بین المللی، یعنی از ابد تا حالا و از اول تا حالا و از حالا تا ابد، همیشه مورد استفاده میتونسته قرار بگیره و قرار خواهد گرفت، چه در رابطه با خود امام حسین، چه در رابطه با ملت هایی که زیر ظلم قرار میگیرن. این دوتا شعاره که هیهات من نزله، این شعاره هستش که هر آزاده میتونه داشته باشه و اون شعار معروفی است که حضرت میفرمان هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست که مرا یاری کند. یعنی همین الان این شعار زنده است. همان گونه که وجه تسمیه نام گل محمدی وجود نازنین حضرت رسول بوده است، موارد کاربرد آن نیز در سایر آیین‌های مذهبی بیدلیل نیست، به ویژه در عزاداری‌های محرم که به وسیله آن فضای مجلس را معطر می‌کنند و باعث ایجاد آرامش و قوت قلب در میان عزاداران می‌شوند. بیشک هر جا که نام مبارک محمد صلوات الله علیه بر زبانها جاری می شود و محفلی برای ذکر مصیبت اهل بیتش برپا می شود، باید با عطر و بویی محمدی نیز فضا را معطر و مبارک کرد.
برای جانهای خسته و بیتاب که هر محرم بر سر و سینه میزنند، گریه میکنند، ناله ها سر میدهند، استشمام عطر محمدی آرامش بخش است. گلابی بر سر و صورت میزنند و با ذکر صلواتی روح و جانشان را تسکین میدهند. اون جمله معطری که از دهان یه شخص مثل امام میاد بیرون، اون همون موج ایجاد میکنه که ما در گل و عطر گل ایجاد میکنه و همه از اون عطر گل لذت میبرن، از اون بوی خوش گل لذت میبرن. ما امیدواریم که همینطور که از بوی خوش اون گل لذت میبرن، از محتوای کلام امام هم لذت ببرن و کلام امام رو هم، حالا چه حیات من نزلت حل من ناصر ینصرونی، این سر مشق جامعه انسانی باشد و همه انسان ها، چه در پیروان ائمه اطهار و مسلمان ها و غیر مسلمان ها. این یه موضوعی هستش که منحصر به این دین و این مسلک نیست، منحصر به انسانی، مربوط به انسانیت، یعنی چیزی هستش که عطرش به مشام همه انسان ها میرسه. وقتی که گاندی در هندوستان میخواست قیام بکنه، یکی از بسیار الگوهاش که الگویه امام حسین بود و مهمترینش هم بود، یعنی عاشورا رو و امام حسین رو و کلماتشون و جملاتشون رو الگو قرار داد و اومد یک کشور مثل هندوستان رو از دست استعمار انگلیس نجات داد. من از صمیم قلب امیدوارم که تمام مردم دنیا به این وصیت امام حسین که فرمودن من قیام نکردم مگر اینکه سیره جدم و پدرم رو به اصطلاح برقرار کنم، و اگر که سیره جد و پدرشون برقرار می شد و برقرار بشه، انسانیت رو ما نجات دادیم. من منصور حافظ پرست هستم، خدمت امام عزیزمون امام حی و زنده حضرت ولی عصر سلام الله سلام عرض می کنم و باز حرفم اینه که مردم اون وصیت جدتون رو اجرا بکنن، به سیرت حضرت رسول سلام الله و حضرت علی برگردن و سیرت رو و به اصطلاح روش این بزرگواران رو در زندگیشون اجرا بکنن. ما باعث نجات همه انسان ها خواهد بود. من خودم شخصا تلاشم اینه که فقط بتونم این کار رو بکنم که به اصطلاح سیرت و روش جد و پدرتون رو اجرا بکنم. این خاندان مطهر به سیرت پاک و حسن ظاهر و عطر خوش نام‌آورند. بوی سیب می دهد مزارشان و عطر بهشت پیچیده در فضای حرمشان. گلستانی است کربلا که به آتش کشیده شد. 72 گل پرپر شده زیر سم اسب‌ها، همچون گلی که از گرما و آتش گلابش گیرند. چه شاخ شمشادهای سرو قامتی به خاک افتادند. عباس را بگویم یا علی اکبر را، قاسم را یا علی اصغر را؟ نه، باید از رقیه و سکینه گفت که از آتش فراق پدر و عمو سوختند و در آتش خیمه ها پرپر شدند. همین است که کربلا بهشت روی زمین است، از خون گل آبیاری شده و عطرش تا آسمان هفتم میرسد.